سلام به اضافه طول عمر، به اضافه ارتفاع سلامتی برای مساحت سلام برای داری میکنی؟ سلام برای میکنی یا ریاضیات درس میدی تو؟ یه تلفیقی از هر اون من که ریاضیات تو خبر دارم. تو مگه همونی نیستی که بهت میگفتن بنویس 11 یکو مینوشتی و میرفتی تو فکر میپرسیدن چی شد؟ میگفتی نمیدونم اون یکی یکو باید این ورش بذارم یا اون ورش بذارم؟ روشن شد یا چی بذارم که این ور اون ور یک و یک بشه؟ یه بارم که میخواستم با افه جدید برنامه رو شروع کنم من رو ضایع کردی. تازه بعدش میخواستم شما رو مخاطب قرار بدم و بگم ما مشنگ، شما قشنگ، ما وزوز زنبور، شما نغمه سنتور، ما کپک، شما آخر نمک، ما کویر لود، شما جنگل بلود. شرمنده اخلاقتم، شرمنده اخلاقتم. همه بیننده های عزیزم اینجا دیدن که تقصیر خودت بود، اما بیخیال، بزرگتر باید ببخشه. تو حال خودتو بکن، ما توف، شما آبشار نیاگارا، ما واشر، شما ارباب حلقه ها، ما بدبخت حقیر، شما اسکندر کبیر. آیه دکتر، من دلم خیلی صافه دیگه، بس راضی شدم، از دلم در آوردی. برو بابا، مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزا بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن عقل داشته باش، دل صاف بخواد چی کار، دلت که صاف باشه، منتظر باش که دهنت هم حتما صاف میشه. آیه دکتر، من وارد بگو مگو باهات نمیشم، میگم یکی طلبتون میرم سر اصل برنامه. مگه ما چقدر وقت داریم که اینقدرش صرف تیکه پاره کردن تعارف بشه؟ بازه بدش هم دعوا. میرم سر حرفای موحدی کرمانی توی خطبه های جمعه این هفته. این بابا مگه مشنگه که صاف صاف میگه مقام عظما داره میمیره؟ این رو برای کم کردن جنگ و دعوا گفته یا نه؟ نه بابا جون، اعتام گیجیا توی هیروویری که سردار سلیمانی رو تو سوریه چارچرخش میبرن هوا، بعد یه دالی به امام میگه و برمیگرده، این داستانه که دعوا رو کم نمیکنه که. قربه برم، سعی دیگه صاحبش رو نمیشناسه، همه هم دیگه رو ناکار میکنن. برو بابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمیدن که یه علاقه داشت همینجوری چادر میدوید و در میرفت و هی پشترش رو نگاه میکرد. بهش گفتن چی شده؟ گفت هیچی، گاوا رو دارن میگیرن. گفتن خب تو که الاغ و خری، واسه چی داری در میری؟ گفت والا تا من بیام ثابت بکنم که خرم و گاو نیستم، ده بار از پشت سرمو بریدم. روشن شد جام چه بذارم که خر و گاو و دکتر اصلا چرا اینا رو میکنن امام جمعه که سوتی بار بیارن؟ خب یکیشون انتخاب کنن دیگه، اینطوری گردشی نباشه. اختیار داری چه حرفی تو میزنی؟ از قدیم گفتن دو تا چیز باید تونتون عوض بشن، یکی امام جمعه تهران، یکی پوشک بچه، هر دو هم به یه دلیل. فکرشو بکن، این مشهد میخواست هر هفته هم حرف بزنه، چه گندی و میدش همه جا رو. حالا این دم آخری عثمان که تو نماز جمعه آماده باشه مرگشو میدن، پیام دادنش به این جوانه اروپا و آمریکا واسه چی بود دیگه؟ قربونت برم. نباید خودش رو از تک و تا بندازه که. مرحوم بابوی همیشه میفهمیده بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمیدن یارو مشنگه داشت میمرد، یکی گفت براش آب بیارین این بدبخت بیچاره رو دم آخری، گفت نه 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 دوغ بیارین، دوغ میخوام. میدونی بعضی کارا عین این میمونه که آدم کچل باشه ولی پولش رو جمع بکنه سشوار بخره. این گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ولش کن، بحثشو باز نکن که بدجور زایه. باشه، این قانون جدید که تو آمریکا تصویب شد. بیخیالش رو. بابا متوجه نشدین، منظورم همونه که تو متمم بودجه نظامی اومده بود. اسمشو نیار، میگم متوجه شدم. باشه، اسمشو نمیارم، فقط میگم خب این یه ورق کاغذ چرا باید اینطوری ما رو بلرزونه و بترسونه؟ اون یه ورق کاغذهای دوره آقا محمود یادته؟ آره یادمه. که قرار بود قطعنامه دونشون رو بیاره جلو چششون. آره آره. اینم از همون کاغذ هاست. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بازم بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که یه روزی یه کاغذی خورد تو سر یارو، نشه یارو دراز شد رو زمین، رفتن کاغذ رو برداشتن نگاه کردن، دیدن توش نوشته دو تا آجر. مگه قرار نبود آقای دکتر که این تحریم ها حل و فصل بشه؟ تو کجای کاری؟ تو کدوم غار بودی؟ هنوز تو اجلاس ها این آدمزاد را بون نمیدن، هنوز دعوتمون نمی کنن، باید بگی تحریم ها رفت بشه. هی باید با آنهای مختلف و دروغکی بیاریم، یواشکی تو راه رو کنار سرویس بهداشتی دم آبخوری دست بدیم ملاقات کنیم. مرحوم عبوی
همیشه میفهمودن بزن با هاتون عرض میکردم بله میفهمودن که یارو تو خیابون جلو یکی رو گرفت آقا تو رو خدا 1000 تومن به من بده برم نهار بخورم. طرف گفت پول نمیدم ولی بیا بریم برات یه پرس غذا بخرم. یارو گفت نه بابا نخواستم امروز به خاطر 1000 تومن تا حالا 6 بار نهار خوردم. آقای دکتر الان از سوریه که فقط سردار افقی برامون میارن، تو کنیا هم که همش میگیرنمون، تو بحرین و یمن و اینا هم که نگو، آژانس هم که اینطور، سنای آمریکا هم که اونطور، دیگه چرا تو این وضع حاجی رفسنجانی نمک میباشه روز اقمای مقام عظما و کاندید خبرگان میشه؟ چرا باهاش دوئل میکنه؟ آخه فکر مقام عظما رو نمیکنه؟ بدبخت چه کار کنه؟ حذف کنه بگه پیره؟ تو خبرگان که این تینیجر حساب میشه، بگه مجتهد نیست؟ اون وقت بحث مجتهد نبودن خود مقام عظما میاد رو. آخه چه خاکی به سرش کنه؟ چرا حاج رفسنجانی این کارو میکنه؟ چرا این کارو میکنه؟ هیچی، دکون باز کرده، با دکون جدیدش میخواد فک عظما رو قشنگ بیاره پایین شیک و مجلسی. مرحوم ابوی همیشه میفهمونن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمونن که 3 تا داداش قرار بود مرغداری باز کنن، یکیشونو گذاشتن کنار گفتن تو شریک نیستی، اینم لج کرد گفت به اروای عمم اگه شریکم نکنین بغل مرغداریتون پرورش روبا میذارم. به 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 چشمم روشن آی دکتر، حالا دیگه به مقام عظما میگی روبا؟ 2000 استراتژی عالی نیست، کجا گفتم روبا؟ من گفتم مقام عظما مثل اون مرده‌های اون طرف میمونه، روبا حاجی رفسنجانیه دیگه. بدتر آقا شما مقام عظما رو که هنوز نمارده بهش میگی مرده مرده.